که صبح به ذرشم مقدار جلوتر میریم، من رسیم به قسمت شالوم بیت. من اینجا صحبت میکنه که وظیفه یک زن به شوهرش چی هست. میگه و ایشا اشن نافل به گرالا ایش ره. میگه خدا نکرده فرض میکنه اگر یک زنی قسمتش یک مرد خیلی بدی بود، کلمه ره رو میگه مرد بدیه، او بلیل، بلیل بینی کلمه بلیل از کلمه اول میاد، یعنی یوغ، کسی که یوغ خدا رو رو گردنش نداره، به این معنی که آدم ظالمی هست. برای مثال چیکار میکنه؟ مکه کتک میزنه زنش رو، مکلل نفرین میکنه، دورس میشه لگد مال کردن خدا نکرده، او بوئل یعنی هر وقتی که میخواد زنش رو مجبور میکنه که باهای زندگی زناشویی داشته باشه، چه زنش بخواد چه نخواد. این واقعا آدم تکرویه، هر چی خودش دوست داشته باشه انجام میده و اگرم خواستش رو انجام ندن دیگه شروع میکنه به کتک زدن و نفرین کردن. صبح این آبیست اینجا راجع به طلاق صحبت نمیکنه. بعضی وقتا بهترین چیز اینه که از هم دیگه جدا بشن متاسفانه، ولی تا وقتی که جدا نشدن این زن وظیفش چیه، باید چی کار بکنه؟ گفتیم از یک طرف بخواد فریاد بزنه دعوا بکنه دیگه شخیناتی خونش رو نیست، از طرف دیگه هم این شوهر داره خیلی اذیتش میکنه. چون میگه تا اون موقع تکبل الله ها دین شمعیم، خیلی مشکلی رو میگه روی خودش قبول بکنه که این قضاوت خدا هست. اگر این نمیگه زیر ظلمش بمونه طلاق رو نگیره، میگه تا وقتی که هنوز با شوهرش هست اون موقع این گذاری از جانب هشم قبول بکنه به تیز بول به لطی بول لخپر النفشا. میگه تعمل بکنه گلی هم نکنه، این کپاره برای نشامش میاره که توفس خارا لولام هبا. میگه به خاطر این که چنین چیزی اگر این رو تحمل بکنه در اولام هبا درجه خیلی بالایی رو خواهد داشت. سو این نمبر وان که میگه تحمل بکنه تا اینکه برای خیلی چاره رو پیدا بکنه. میگه به اشت خیل ایشا مسکلت، میگه زنی که زن عاقلی هست لوتگل خرپت بایلا به روان میزگو به تیب و لبریوت، میگه نره این رو پابلیسایز بکنه بیرون میون مردم. اگر نمیگه پیش تراپیست نره، بالاخره وقتی پیش دکتری میریم درست یه چیزی هست که البته بر طبق تورم از کانفیدنشیالیتی، یعنی مجبوره که به کسی دیگه نگه، اگر بگه میتونه لایسنسش رو از دست بده، که البته بر طبق تورم جزوی از لاشونها رو میشه اگر این تراپیست بره به دیگران بگه. سو اینجا توضیح میدن نره بیرون بین مردم پخش بکنه، اون کاری به تراپیست داشتن نداره، داره رنجش رو میبره بیرون در مردم. لبریوت این کارو نکنه. به کلالو ایشامه میگه صداش در نیاد در میون مردم. لمن لوید بعض بلا، میگه اگه این کارو بکنه موقع شوهرش آبروش میره انبار هپنز ولو یوسف لیس ولو یوسف لیس نوتا ارش گیلتاد خرپاتو، اگه این کارو بکنه نفرت شوهرش بیشتر میشه که رفته آشکار کرده اون ننگ شوهر رو. سو میگه نره جماعتیش بکنه. بیست اگر به شیه نفر میخواد بره که کمکش بکنه فرق میکنه، ولی میگه همین تو بره توی خیابونه میدونین آبروش رو ببره، میگه این کار انجام نده. چرا؟ به خاطر این که این کمکی نمیکنه، موقعیت رو بدتر میکنه. که از یشن اپو و خماتو با عربو، میگه موقع این شوهر اگه این آدم منطقی نیست مسلمان، اگر نفرین میکنه زنشو کتکش میزنه، یعنی از نات لاجیکا آدم نرم. اینجا میگه ایش را آدم خیلی بدی هست، موقع عصبانیتش بیشتر میشه. به یوسف لاکوتل ال مکاربا، میگه بیشترم کتکش میزنه چون موقع موقعیت رو کمک نمیکنه. به خوش کن شده تگل لعاوی ها و ایما و اخراشون دابار مراعتا به داخ که به چرا، میگه مسلمان این زن پیش پدر خود، یعنی پیش پدر خود زنه رو میگه نه پدر شوهرش، پیش پدر خود یا مادر خود یا برادراش نره، بدیشو نگه به داخ که به چرا که من بتلا به چرا بیا به ایما. میگه این چه کمکی میکنه زمانی که پدر مادرش هم رنج میده و اخیه برادراشو شیستر و سر به نفش که اون هم رنج رو بکشن. و اود به غیر از اون شعش تو کد به کیر با ملتارت حبت، میگه با این باعث میشه که اون هم ناراحت بشن به خاطر موقعیت دخترشون. و یه چودی کرد نشک، میگه دنبال اسلحه میرن کدیم بودی میده نشک میشه اسلحه. و یه سومری با این بایلا و دعوا میکنن با شوهرش اجت شله بده مخلوق اوله تا اینکه دعوا خیلی خیلی بیشتر میشه. آبیس من چیزی که بگم من تراپیست نیستم، ولی چیزی که درک میکنم این بعضی وقتا هست که واقعا یک دختر مکان فرار غیر از پدر مادرش نداره.
کجا بره؟ این فصل دختری که داره کتک میخوره رای با پیش تراپیست هم میره، بعد شوهر میگه من دیوونه نیستم پیش تراپیست نمیرم، خب کجا بره؟ بعضی وقتا مجبوره بره پیش پدر مادر، ولی obviously هر اونم داره شد میره راوی. بله اگه خونه باز باشه حتما میرم. نکته ببین اینجا میگه پیش پدر مادر نره گله بکن از موقعیت شوهر. سو اگین من I don't know اگین میگم من تراپیست نیستم، I really don't know. اگر این ایده ای که اینجا میده برای همه نسل و برای همه موقعیتی درسته، به طور کلی درسته. میدونید من برم پیش مادر خودم گله شوهرم بکنم یا گله زنم بکنم، سو موقع دعوای بزرگتر میشه. بعضی وقتا مرد منطقی زن منطقی روش دیگه است، بریم پیش تراپیست، بریم پیش پروفشنال. من میگم زمانی که دیگه کتک رو میزنه درون رو زیر باد میزنه کبود میکنه زنشو، خب بیچاره چیکار بکنه؟ کتک بخوره؟ سو اگن آی دون نو که تا چه حدی میدونن ایشون در چه موقعیتی دارن صحبت میکنن، ولی مستنما اگر دعوا رو بدتر بکنه، اگر نجات نیاره، فقط دعوا بزرگتر بشه، رفتن و گفتن به پدر مادر کمک نمیکنه، 100% دلیلش رو میاره. اگر دعوا بزرگتر میشه این روشش نیست. سوال بیچاره این زن داره بدبختی میکشه، میگه و ایشا هی تی ساعت میگه اگر باعث بشه که دعوا بزرگتر باشه، میگه و ایشا هی تی ساعت اونا و خودت پرود بالم هزه سنوا میبرد، این باعث میشه که موقعیت زن بدتر بشه. میگه زمان قدیم انگار زنها راه فرار نداشتن، اسوری لوکس لک میدونین، مثل امروز نیست که کورتی باشه حداقل بتونن برن طلاقشونو بگیرن. موقعی که شوهرم نمیخواست طلاق رو بده کاری نمیتونست بکنه، یعنی واقعا راه فرار نداشت. مثلا میگم توی ایران حتی الان موقعیت های من میدونم که وقتی که حتی میخوان پیش مسلمان ها برن طلاق رو بگیرن، میگه اول برو اجازه رو از ربایت بگیر، به کاغذ از اون میخوایم بعدن طلاق رو میدیم. سو میگم واقعا راه فرار ندارن، they have no way. حالا توی امریکا there's a secular way. سو میگم موقعی که بره پیش پدر مادر بگه، شاید داره رجوع چنین موقعیتی صحبت میکنه، سو پدر مادرم توی دعوا میان، این زنه دعوا رو بزرگتر کرد، یه گناهی براش میشه، در این دنیا تقاضاش میده، چه جور تقاضا؟ نو میبایلا شوهرش ازش تنفر داره، بیوسیف لاهر الا و بیشتر هم بهش بدی میکنه، لشر گیل تا دواریم شه بنود بینا، که چیزایی که سری هست بینشون آشکار کرده. سو میگم جوری که به نظر میرسه راجب موقعیتی صحبت میکنه که این زن راه فرار نداره، چطور استار کنه بعد اینجوری که به نظر میرسه. حالا میگه اگر پیش پدر مادرش رفت پدر مادر چیکار بکنن؟ میگه ولاخن آویا و این مکروبه ها، میگه پدر و مادر این زن یا برادرهاش یا فامیلهاش این دهت اوتوونا با هیما اگر عاقل باشن افیم هو گد لاهم راحت حبت کیر... میگه تا اگر فرض بکنید بدی گفته شده کی ربا یس و اسمم کلول و یادو کلل، میگه اگر حتی اگر این دختر میگه خیلی سخته میکشه، میگه جوری رفتار بکنن که انگار نمیدونن، به این معنی که نرن با شوهرش دعوا بکنن، نه که کمکش نکنن خصمشانو، مثل این که اصلا نمیدونن وی کلب بود بیلا به سر پانیم یا فوت. میگه زمانی که شوهر میبینن به شهترام بذارن، مثل ایران شده اینا از امیزین لطو و بیت هم برای خوبی دخترشون و فیم یریت سو لشمی کنم و لخی خلپاناف. میگه حتی اگر موقعیتی بیاد که مجبور میشن با دامادشون صحبت بکنن، میگن هی این کارا نمیتونی انجام بدی، یه وقت شو اوفن لرود کیلو هکور نیشم می نشخینیم، اگر مجبور میشن نگن دخترمون به من گفته، بگن ما از همسایه‌ها شنیدیم، میگن صدای بلند از خونه داره میاد، داد بیداد میکنن، ششامو بعد خلون و کدوم از پشت پنجره شنیدن که دارین دعوا میکنن. میگه بار یکی از دختر پسر اینجا بودن که خیلی سرم دیگه داد میزدن فریاد میزدن، البته یه موقعی عضو کنیسا بودن دیگه خونهشون مور شد اینجا نمیان. سو یه بار یکی از آقای اومد پیش من گفت ربای من از بغل خونهشون میگذشتم شنیدم که خیلی سر زنش داشت فریاد میزد، ولی پلیز اسم من رو نگی. سو من باید صحبت کردیم، میگه یه ربای مخیلا بکنیم دیگه، داریم خودمون رو بهتر میکنیم، فقط گفتیم همسایی ها شنیدن از بغل خونهتون میگذشتن داد و فریاد شنیدن. سو دست باری سز، میگه اگر حتی مجبورن که برن به دخترشون کمک بکنن، نگن دخترمون زنگ زد بهتون گفت، بگن که از همسایه شنیدیم. ممکن دیگه بعد پالیتیکس بازی کنن در این مورد که ببینید شوهر روی دخترشون بیشتر عصبانی نشه و یوتتر شد و تگل کلال، میگه بهتره که اصلا دختر آشکار نکنه به پدر مادرش که مشامر هم تو که قبلا گفتیم که دشلول سرام که باعث رنج پدر مادر نشه، به شلیس نوتو بلیبم و از دامادشون متنفر نشن،
اداتیه که کلا شنیم چه شلیما به بیت خامی ها. میگه مثل یک دختری باشه، عروسی باشه که زندگیش خوبه، میگه فکر بکنه در جلو بیرون اردوف و لیل خلقی چیف خواه به بیتابی و میره خونه شوهرش باشه خونه پدرش خوبی شوهر رو میگه و تو من لهم شکل تو بلا به بیتابی همه چیز خوبه اون میتسوات خاشه بلا میگه چنین چیزی میتسوات برای زن حساب میشه. گن منو میخیلا بکنه چون ایرونو من نمیخواست خصوشانو بر زدشون حرف بزنم، مسلمان از ما خیلی خیلی عاقل‌تر هستن. The question is فقط مطمئن نیستم این ایده که اینجا میده برای اون زمان بود که واقعا دختر خانما رو فرار نداشتن یا حتی الان هم هست، ولی دفنتی نکته که یاد میگیریم اگر راه دوستانه هست که میتونن موقعیت رو درست بکنن راه دوستانه برن جلو. میگم زمانی که خونه پدر مادرش رو همه چیز خوبه، بعضی وقتا هم خیلی بدتر میشه، دختره هیچی نمیگه هیچی نمیگه هیچی نمیگه، بعد فردا میبینیم که یه دست شکسته میاد خونه پدرش میگه چی شده، میگه چی 10 سال داره منو کتک میزنه، خوشو تا الان نمیگفتی. ببین من چند تا کیس هم میدونم. یه باری که از میافت تو نیویورک زندگی میکردیم، یک مردی بود که میگه خیلی وقتا رخ میده، برای مثال یه نفر هست که مذهبی نبوده بعد تشوما میشه، رایت نمیدونم از کدوم خانواده میاد، واقعا بچه خوبیه تورا خونه همه چیز، ولی نمیدونم که توی خونش چطور بزرگش کردن. بعد میاد خونه نفر زندگی میکنه، پدر مادر دختر این پسره رو خیلی دوست دارن. واسه چو استوری ببینید بچه تلمید خواهم در عرض 2-3 سال میدونن از هیچی بلد نبودن گمارا رو یاد میگیره، ولی بعد از اینکه ازدواج میکنه اون موقع روی واقعیش آشکار میشه. این زن رو کتک میزد. یه موقع بود که ببینید عینکای دودی خیلی سیاه است که تمام چشمو میپوشونه. میپرسن چجم اینو میپوشه؟ میگه چشمم اذیت میشه زیر آفتاب. این سالهای بعد پدر مادر فهمیده بودن که شوهره مش زده بود زیر چشمش، از بس کبود شده بود عینکای بزرگ میذاشت. آخرش هم بعد از 7 برخه بچه به طلاق کشید، ولی خجالت میکشید به پدر مادرش بگه. سن موقع بدتر هم شد، این پنهان کردنش کمک نکرد. سو اگین ام نات شور که راجب چه موقعیتی داره صحبت میکنه، ولی انیویز حداقل زمان قدیم که راه فرار نبود، سو میگه بهتره که هر جو که میره بگه بله زندگی من خوبه، everything is fine، که شاد بکنه قلب پدر مادرش رو و فامیل ها رو. اور او یایی شتاگن لیتن لا اخری تو و این باعث میشه که بره به عاقبتشون بهتر باشه. و یوتش و تیخخ او توهی به عطم و به اتراتون. میگه بهترین کار اینه که خود زن با شوهرش صحبت بکنه در زمانی که شوهرش حالش خوبه، نه در زمانی که حالش بد است. میگه به اتراتون، زمانی که شوهر حالش خوبه، به نوام سیخ با زبون خیلی خیلی چی میگن نوام پلزنت، به خن، به خسد، با احسان، با زبون خوش، به وده اوستین پیروت یوتر. اون موقع این اثرش خیلی بیشتره که به امت امرو میگه شما ملخ میگه لاشون رکا، یعنی زبونی که نرمه، سافت لنگویج، تیشبار گارم، استخونم میتونه بشکنه، یعنی آدم سختم نرم میکنه. نسوریده بگم تیش بخ نفش آلیف نشه. میگه مهمتر از همه چیز پیش خدا تفیلا بخونه. میده یوم به یوم، میگه هر روز به خدا تفیلا بخونه که کمکش بکنه در این موقعیت. اولا یه خان نشم لا، شاید خدا بهش لطف بکنه تفیلا تا تس پروت و تفیلای سمری داشته باشه. لخ زیرت بلو ندرخ تو با که شوهرش برای خوب برگرده به یه گمی تیم سمنوخ و این زن هم آرامش رو پیدا بکنه. ربی اینجا بیشتر مردا که زنشون رو میزنن با استاتستیک نشون داده که اینا بایپولارن و هیچ وقت خوب نمیشن و امکان ندارن که با سایکالوجی و تراپی و اینا خوب بشن، به خاطر یه چیزی تو برینشونه که they don't see the quality of their life that somebody is sharing with you. بعضی وقتا این تو بعضی وقتا اینطور هست، ولی منی با برای زرگر نشسته بودم، اگر اسم رو ما نگو، میگو یه مردی بود که با زنش دعواش میشه، موی زنش رو میکشه روی زمین راش میده و با زرگر رو فرستاد پیش چیز یک سایکولوژیست، میگه شوهر خیلی بهتر شده. نمیگم ببین بعضی وقتا هست که قرص آرومشون میکنه، اوکی یه مشکلی تو مغز داری قرص بخور، من نمیگم نیست، ولی نگین امیدی نیست. I don't know if I can agree. و میگم اگه نگفتش که عاشق هم دیگه اصلا عاشق و معشوق و دیگه حداقل دست رو زنش بلند نمیکنه. سو بعضی وقتا دریز تراپی میتونه کمک بکنه، واقعا این دفعه چشمشون باز میشه. خیلی وقتا با خوردن قرص میتونه بالانس بکنه مغزشون رو که دیگه به اون صورت عصبانی نباشن.
بزن بذاشتیم که دو تا خط دیگه هم میخونیم. میگو مخلال احوت ایشا لبیلا، میگه در این مورد همیشه صحبت میشه زمانی که خانم‌ها شمع شبات رو روشن میکنن، زمانی که افراشت خلا رو انجام میدن، تفیلاشون خیلی موثره. میگه که از وظیفه‌های زن یا عشقی که زن به شوهرش داره اینه که همیشه برای شوهرش تفیلا بخونه لیف نشه. چرا تفیلای زن اینقدر مهمه؟ سنجت اصلا ربطش هم نمیده به شمع شبات. میگه این ماهیت زنه که تفیلت هایی شما میتوخ شدی با رخ. میگه چون زن قلبش خیلی صافته، یعنی قلب شکسته داره و دیماتا متسویا، گریه هم زودتر پیدا میشه، خیلی زودتر احساساتی میشن و گریه میکنن. در گمارا میگه با اینکه بعد از اینکه بیت المقدس خراب شد، میگه دروازه تفیلا بسته است، نه که خصم شما تفیلا قبول نمیشه. اگر در باز باشه شما مستقیم میرین توی خونه، اگر در قفله بعد انقدر محکم در بزنین تا کسی بشنوه درو باز بکنه. چون میگن تفیلا به آسونی قبول نمیشه مثل سابق، ولی اگر گریه بکنه کسی، میگه دروازه گریه همیشه بازه، هیچ وقت بسته نشده. چون اونجا میگن یک زن اگر یکی از چیزایی که شوهرش رو دوست داره که برای شوهرش تفیلا بخونه، چون تفیلای زن خیلی راحت‌تر قبول میشه، چون احساسات تر هست و زمانی که تفیلا میخونه اشکش بیشتر پیدا میشه تا یک مرد. این چه که تیلشه میتوخ کیلو دلیبا، اگر واقعا از ته قلبش برای شوهر تفیلا بخونه، به ود تفیلا تا ترس پروت، میگه تفیلاش کمک میکنه. بخنسیری این نکته اول، بخنسیری خواهش داره پر لالبانه ها. میگم اینطور یک مادر یک زن برای فرزندانش همیشه تفیلا بخونه. چرا؟ که به شلوم به لبانه ها یه لا شلوم. اگر شوهرش سالم باشه، در سر باشه، اگر بچه‌هاش در صلح باشن، برای خود زنم صلحه، دیگه رنجو نمیکشه. اومیا خوس علم یوتر میمنا، میگه چه کسی دلسوزتر هست برای شوهرش و بچه‌هاش بیشتر از زن خانواده. یکی از چیزایی که اگر یک زن نشون میده که شوهرش رو دوست داره، برای شوهر و بچه‌هاش تفیلا میخونه. حالا چه تفیلا رو بخونه؟ میگه ومی الوکی میمادی سورا رولز پاپو، میگه ان شاءالله که خداوند به من کمک میکنه و صدر کونترس. نمیدونم اگر این کتاب رو نوشتن بعد پیدا بکنیم. میگه یک کتابی رو مینویسم صدر ناشیم برای خانم ها کشرم لواوی اختوف گم تفیل و چیا شیخ و لناشم بسرش من. میگه کتابی رو مینویسم که تفیلای مخصوص داره که خانم ها بخونن. یعنی بس حالا کتاب ایشون هست یا نه مطمئن نیستم، ولی کتابی هست به اسم تفیلت خنا، به زبان انگلیسی هم ترجمه کردن. تمام تفیلای که خانم ها میخونن زمانی که ازدواج میکنه، برای بچه، زمانی که حامله است، قبل از که تو میکفه بره، همه اینا رو جمع کردن که این تفیلا رو این زن یک مادر بتونه بخونه. او انیوی بریم پیش روای کهن دارن یه میتونند تفیلت خنا میگه از چیز که میگیم.